بله، محمد رسولوف موفق شد جایزه برای سینما ایران کسب کنه که عنوانش بود جایزه ویژه که به خاطر فیلم به محمد رسولوف تعلق گرفت. علی خب انتظار میرفت که جوایز بزرگ طلا رو حتی بگیره، یعنی تمام جو جشنواره برای این منوال بود که همه فکر می‌کردن رسولوف برنده نخل طلا است. اما که وقتی که رسولوف روی صحنه حاضر شد، تمام شرکت کنندگان در تالار ایست برای مدت طولانی دست دادن که در واقع کمتر پیش میاد برای این کار رو انجام بدن، و محمد رسولوف هم در حرفاش اشاره های روش به استبداد جمهوری اسلامی و وقایعی که در ایران داره اتفاق میفته گفت که مردم گرفته شدن، و اشاره کرد که همین الان که من اینجا هستم بسیاری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان ایرانی در و اشاره مستقیمی کرد به توماج و توماج صالحی و گفتش که این هنرمند فقط به خاطر هنرش و محکوم شده به اعدام. اما براتون بگم از جوایز دیگه جشنواره نخل طلا به فیلم آنورا خب حد زده میشد که یکی از جوایز اصلی رو بگیره، درباره یک دختر جوان روسی که شغلش در واقع کارگری جنسیه، یک فیلم ظریف انسان احوال این زن که از زاویه دیگه بهش نگاه کنه، هرچند در ضعیف میشه و طولانی میشه اما در نهایت پایان جذابی داره و به نظر میرسید از جوایز اصلی رو بگیره. و جایزه بزرگ داوران هم رسید به یک فیلم هندی از یک فیلمساز زن که اون هم فیلم زنانه امسال سال زنها بود در واقع، حتی در ترکیب هیئت داوران که خودش یک فمینیسته و چندین و چند نفر دیگه که هر کدوم هم حالهای فمینیستی می گنجن، در نتیجه به نظر رسید که این وجه زنانه خیلی عمده شده و فیلم های جوایز رو از آن خودشون همه به این وجه پرداخته بودن، از جمله فیلم پرس که اونم یک فیلم موزیکال جذاب اودیار که اون هم جایزه زن رو برد و هم جایزه داوران رو برد.